سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. خب همونطور که تو خبرها دیدید، امروز اولین روز هفته دفاع مقدس بود و در سراسر کشور ما شاهد رژه نیروهای مسلح بودیم. اما تقارن هفته دفاع مقدس با موضوعات و تحولات منطقه اهمیت این مناسبت رو 200 چندان کرده. گذشته حدود 31 سال از جنگ تحمیلی، آیا توان دفاعی ما به بلوغی رسیده که ما رو در برابر تهدیدات خارجی به هر حال حمایت بکنه؟ آمریکا برای مهار قدرت ایران چه سناریویی رو در پیش گرفته؟ ما امشب به مناسبت هفته دفاع مقدس و موضوعات مهم منطقه‌ای دعوت کردیم از سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مهمان ما بشن. آقای دکتر سلام، خوش آمدید. سلامت باشید، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنیم. ایام سوگواری هست ابو عبدالله و عاشورای حسینی و هم دفاع مقدس ما، هم انقلاب اسلامی ما، پیوند ناگسستنی با محرم و حادثه بزرگ عاشورا دارد. لذا یادی بکنیم از شهدای عزیز دفاع مقدس که با نام امام حسین و پیمودن راه حضرت ابا عبدالله جان خودشون رو فدای احیای اسلام و قرآن و دفاع از کشور کردن. من در خدمت جناب عالی هستم. سوالاتتون رو مطرح فرمایید. آقای دکتر رضایی، میخوام بپرسم که حالا قبل از اینکه وارد مباحث روز بشیم و حالا بحث دفاع مقدس، میخوام بپرسم ازتون که 31 شهریور 1358 آقای محسن رضایی کجا بوده، چه میکرد؟ بله، من در تهران بودم، در دفترم نشسته بودم، مسئول اطلاعات سپاه بودم که بلا فاصله خبر دادن که فرودگاه مهرآباد بمباران شد. همین خبر کافی بود که من متوجه بشم جنگ شروع شده. دلیلش این بود که اواخر مرداد ماه همون سال 1359، تقریبا یک ماه و نیم قبل از شروع جنگ، من و آقای شمخانی پیش آقای بنی صدر رفتیم. ایشون رئیس جمهور بودن و همچنین رئیس شورای عالی دفاع بودن و گفتیم که عراق میخواد حمله بکنه، عراق قصد جنگ داره. ایشون گفت نه، مگه شما پاسدارا جنگ درست کنید، وگرنه عراق قصد جنگ نداره. لذا به محض اینکه خبر گفت بمبارانو گفتن، دیگه مطمئن شدیم که عراق حملهشو شروع کرده. عرض به حضورتون که خب شما در مقطع جنگ از فرماندهان عالی رتبه بودید، فرمانده سپاه بودید. میخوام یک واقع بینانه اگر بخوایم بررسی کنیم، ما الان توان دفاعیمون نسبت به زمان دفاع مقدس چه تغییری کرده؟ شاید تو برخی از خبرها باشه، برخی از رسانه‌ها مدعی باشن که مثلا ما زمانی حتی در دوره پهلوی دوم قدرت برتر منطقه بودیم از لحاظ دفاعی. چه گذشت در جنگ و الان شرایط ما واقعا چه شکلی است؟ تاریخ اقتدار ایران و نیروهای مسلح ایران یه تاریخ خیلی عجیب و عبرت‌آمیزی است. ما حدود 300 سال پیش کشور بسیار بزرگی داشتیم، دو برابر سرزمین فعلی وطن ما بود. منتها در اثر جنگ‌هایی که اتفاق افتاد، این بخشی از کشور ما رفت. سمرقند، باکو، نخجوان، بحرین و در جنوب بحرین، در سمت شرق هرات، در سمت غرب سلیمانیه. یک کشور خیلی بزرگی بودیم. وقتی این اتفاقات افتاد، از دربار ایران گرفته تا روشنفکران تا مردم به فکر افتادن که یک کاری باید کرد. اولین کسی که حرکتی شروع کرد عباس میرزا بود. ایشون به نتیجه رسیده بود که با ارتش‌های سنتی دیگه نمیتونه، باید یه ارتش مدرن درست کنه. تلاش‌های خیلی زیادی کرد.
بعد امیرکبیر ادامه داد، بعد پهلوی اول و پهلوی دوم تا قبل از انقلاب. یکی از آرزوهای ملت ایران طی 300 سال این بود که اقتدار دفاعی خودش رو پیدا بکنه و پیدا نمی‌کرد. زمان پهلوی اول که سربازای خارجی وارد ایران شدن، 24 ساعته کل ارتش ایران پاشید. در زمان پهلوی دوم یک ظاهری درست شده بود بسیار توخالی، یعنی کافی بود که 24 ساعت به ما مهمات ندن، تمام این هواپیماهای ما از کار می افتاد، سیستم دفاعی ما از کار می افتاد. کما اینکه تو جنگ در حقیقت همون ماه اول دیگه ارتش ما قدرت دفاع از خودش رو نداشت. و بعد هم دلایلی داشت در حقیقت. اولین دلیلش این بود که ارتش ما تا قبل از انقلاب وابسته بود، اراده نداشت و دانش لازم رو نداشت، تجربه لازم رو نداشت و بازیچه دست آمریکا و انگلیس بود. اونا هر کاری می‌خواستن میتونستن انجام بدن، ولی سران ارتش ما از خودشون اختیار نداشتن. حتی فرمانده کل قوایی که شاه بود، اینم کاری نبود عملا. اما خب حالا در اثر انقلاب که شد، اگر توانی داشتن وابسته بود به آمریکا و سلاح‌ها و تجهیزاتی که اونا در اختیارشون قرار میداد انگلیس. اگر قدرت بالایی داشتن، یعنی منظور به اون قدرت بالا، ببینید نمیشه گفت قدرت بالا داشتن، چون تنها تجربه‌ای که بود در ظفار بود که اونم خیلی که از سیستم‌های هوا نیروز ما بیشتر استفاده شد. بودم ارتش ایران تلفات خیلی سنگینی داد و دستاورد خیلی بالایی هم ارتش ایران در حقیقت در اونجا نداشت. کلن ما یک ارتش وابسته‌ای که تجربه هم نداشت، دانش عملیاتی مخصوصا نداشت. یه تجهیزات مدرنی بهش داده بودن، اما این تجهیزات مدرن هم مهمات نداشت، هم بیشتر یه شکل و یه چیزی داشت. در سال 59 البته چون انقلاب هم اتفاق افتاده بود، خب ارتش خیلی ضعیف شده بود، چون از سرهنگ به بالا که از ایران رفته بودن، ارتباطات پشتیبانی خارج هم قطع شده بود و لذا اینا به همین تصور فکر میکردن اگه به ایران حمله کنن 100% موفق میشن، مثل جنگ های قبلی که بخشای از ایران رو جدا کردن، فهم میکردن این دفعه هم میتونن بخشای از ایران رو جدا کنن. منتها خب در جنگ واقعا یک انقلابی به پا شد، یعنی یه جنگ نظامی رو فرماندهان ما و هست امام تبدیل به یک انقلاب کرد. یعنی وقتی میگیم تبدیل به یک انقلاب شد، از یه طرف ارتش قدیمی ما بازسازی شد، نوسازی شد، نیروهای متدین، نیروهای وفادار به انقلاب در ارتش اومدن. سید شیرازی ها برادرمون، یادی بکنیم از عزیز دلمون آقای سید شیرازی که نقش بسیار مؤثری هم در هماهنگی بین ارتش و سپاه داشت و هم در خود اداری جنگ فرد مؤثری بود. شهید بابایی، شهید ستاری، اصلا یه نسل جدیدی از افسران انقلابی، شهید نامجو، شهید اردستانی، یه نسل جدیدی از افسران انقلابی در ارتش پیدا شدن. هماهنگی بین سپاه و ارتش خوب شد، نیروهای مسلح منسجم شدن. قبل از انقلاب بین نیرو هوایی ارتش با نیرو زمینی ارتش اختلافات جدی وجود داشت، حتی در انقلاب هم خودشون نشون داد و باز در درون خود نیرو هوایی بین همافرا و افسران اختلافات جدی بود، ولی در جنگ و در دوران بعد از انقلاب اولا انسجام نیروهای مسلح بالا رفت. همین الان نیروهای مسلح ایران منسجم ترین نیروهای منطقه هستند. از طرف دیگر ما در جنگ سازمان‌های رزمی قابل توجهی به وجود آوردیم، یعنی یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به وجود اومد که کاملا جدید بود و عمدتاً هم نیروهای انقلابی بودن. از طرف دیگه تجهیزات جدیدی رو به دست آوردیم، یه بخش عظیمی از تجهیزات رو از خود عراق ما غنیمت گرفتیم، یه مقدار تجهیزات رو درست کردیم، یعنی صنایع دفاعی ما امروز در شرایط بسیار مناسبه، در حالی که ما در سال 59 واقعا در مهمات کوچک، مهمات جزئی مشکل داشتیم، یه سلاح واحد سبک نداشتیم. امروز بالعکس ما سلاح سبک داریم، مهمات ها رو خودمون تولید میکنیم. اون موقع اصلا موشک نداشتیم، الان وضعیت موشکیمون بسیار بالاست. اون موقع سال 59 ما اصلا پهباد نداشتیم، امروز پهپادهای مدرن ایران داره تبدیل به یک کابوس میشه، کابوس تو منطقه میشه، بله تبدیل به یک ماجرای جدی شده در منطقه. در بُعد مدیریت نظامی و مدیریت دفاعی هم پیشرفت قابل توجهی الان به دست آوردیم که اون ابتدای جنگ ما اینا رو نداشتیم. بنابراین واقعا جنگ نظامی که علیه ما تبدیل شده بود، آقای بنی صدر میگفت جنگ ساسانی میخواییم بکنیم، صدام میگفت جنگ قادسیه میخواییم بکنیم. سال اول جنگ به همین دلیل بود که ایران کوچکترین پیشرفتی از بود این که سرزمیناش آزاد بکنه نداشت. مقاومت خوبی صورت گرفت ولی حملات بزرگ ایران با شکست مواجه شد، چون اصلا فرهنگ، ادبیات، مدیریت و نحوه ورود ایران برای مقابله با عراق یه مسیر کلاسیکی بود که در طول 300 سال این با شکست مواجه شده بود. این آقای عباس میرزا شاید یکی از این سرداران به نام باشه که تاریخ زندگیش خیلی تلخه. یه بار انگلیسی‌ها بهش قول میدن که ما در مقابل روسا از شما حمایت میکنیم، تا آماده میشه برای جنگ انگلیسی عقب میکشه. بعد فرانسوی ها که رقیب انگلیسی ها بودن میان با عباس میرزا تماس میگیرن، میگن که ما میایم کمکتون. مدتی میگذره بین روسا و فرانسوی ها معاهده صلح برقرار میشه، فرانسوی ها عقب میکشن. همین قصه ها رو ما در زمان پهلوی اول و دوم داشتیم، ولی الحمدلله امروز ما دیگه رو پا خودمون ایستادیم و امنیت نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورهای اطراف امروز متکی به اقتدار ایران. لذا ما در دفاع مقدس انقلاب دوممون رو انجام دادیم، در 22 بهمن انقلاب سیاسی ما انجام شد و در دفاع مقدس با آزادسازی خرمشهر انقلاب دوم ایران، یعنی دستیابی به اقتدار از دست رفته و بازگشت به اون اقتدار گذشتمون رو به دست آوردیم. آقای محسن رضایی، بعد از 300 سال شما می‌فهمید مردم مزه این اقتدار رو چشیدن، چه چیزهای دیگه یا الان ما از جنگ گرفتیم؟ ما اولین مسئله رو که در جنگ بهش دسترسی پیدا کردیم خودباوری و اعتماد به نفس بود. در حقیقت این گوهر گمشده‌ای بود که ما بهش دسترسی پیدا کردیم. دومین مسئله این بود که فهمیدیم که اگه به جوانهامون میدان بدیم و جوانهای کشور رو وارد صحنه بکنیم، یک انرژی عظیمی در درون جوانهای ایران است که این قابل آزاد شدن است. و اینکه با مدیریت جهادی دست جوانها رو بگیریم و ارتقا بدیم و بالا بکشیم، یعنی با یه نوع مدیریت مربیگرایانه دلی و اعتقادی از جوانهای کشور میشه قهرمانان بزرگ و گمنامی رو تربیت کرد که تاریخ ایران و تاریخهای دیگه به عنوان یه شگفتی با اینا مواجه شدن. و مسئله دیگه هم این بود که متوجه شدیم که به هیچ وجه نباید به خارج تکیه بکنیم. حضرت امام یک جمله‌ای دارن، حالا شاید من در طول صحبت‌ها بتونم بهش اشاره کنم، خیلی جمله مهمی است، شاید به عنوان یکی از درس‌های جنگ بشه بهش اشاره کرد. امام در پیامی که
در پایان جنگ در حقیقت برای فرماندهان صادر میکنه به مسئولین کشور، میگه که میفرماید بله، میگه که و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته خود را پیش دیگران، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم همانها که از ساختن هر چیز خود را عاجز می دیدند و از راه انداختن کارخانه ها مایوس بودند، افکار خود را به کار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه های خود را برطرف کردند و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی تحفه الهی بود که ما از آن غافل بودیم. اکنون اگر دولت و ارتش کالاهای جهانخواران را خود تحریم کنند و به کوشش و سعی در راه ابتکار بیفزایند، امید است که کشور خودکفا شود و از دریوزگی از دست دشمن نجات پیدا کند. حالا شما واقعا این بیان امام رو ببینید در مورد تحریم‌های اقتصادی. الان یک کسانی تو کشور ما عزا گرفتن که چرا نفت نمیتونیم بفروشیم، در حالی که ما اگر تولید ملیمون را بیفته روزانه باید 1 میلیون بشکه نفت وارد بکنیم. یعنی تمامی نفتی که صرف صنایع کشاورزی و تولید ملی خواهیم کرد، باز باید بریم 1 میلیون نفت دیگه بیاریم و وارد کشور بکنیم. حالا این صحبت امام در پایان جنگه، میگه که حتی اگر اونا شما رو تحریم نکردن از کالاهای خارجی، خودتونی کارو بکنید، دست به زانو بگیرید و همونطور که تو جنگ تونستیم احتیاجات خودمون رو در اوج تحریم ها که حتی سیم خاردار به ما نمیدادن ما تونستیم به دست بیاریم، حتی اگر شما رو تحریم کالاهای خارجی نکردن، شما خودتونی کارو بکنید تا ابتکار و خلاقیت و نوآوری در شما شکوفا بشه. بنابراین یکی دیگه از دستاوردها و درس‌های دفاع مقدس مسئله نوآوری و خلاقیت است. بله. آقای دکتر، حضور نظامیان آمریکایی در خلیج فارس از زمان جنگ بوده و در طی مرور زمان از دفاع مقدس اگر ما یه خورده بیایم جلوتر ادامه پیدا کرده، پایگاه متعددی تو برخی کشورهای همسایه زدن. ما حالا یه دفعه میگن ائتلاف تشکیل میدیم، یه دفعه حالا میگن آقا ما ناو آبراهام لینکن میفرستیم، یه اتفاقاتی میفته. شما الان به نظرتون دقیقا راهبرد آمریکا تو خلیج فارس چیه؟ تا قبل از جنگ ایران و عراق و دفاع مقدس، دو نقطه در دنیا بود که هر دو قدرت ورود بهش نمی کردن، یکی دریای سیاه بود، یکی خلیج فارس بود. مخصوصا خلیج فارس، حالا دریای سیاه بعضا چیزی می شد. علتش این بود که آنقدر این نقاط حیاتی بودن که می ترسیدن اگه هر دو تا حضور داشته باشن درگیری به وجود بیاد. ولی از اواسط جنگ به دلیل جنگ کشتی ها که شروع شد، یعنی عراقی ها اومدن کشتی های ما را زدن، ما هم ناچار شدیم که مقابله به مثل بکنیم. روسا و آمریکایی‌ها با هم دیگه اومدن وارد خلیج فارس شدن و سعی کردن که در رابطه با اسکورت کشتی‌های نفتی کویت و عربستان کمک این دوتا کشور بکنن. بنابراین در یه بخشی از جنگ هم شوروی هم آمریکا در حقیقت به نفع عراق اومدن در خلیج فارس وارد جنگ شدن. از اون موقع تا حالا آمریکایی‌ها تلاش زیادی کردند که با تغییر استراتژی و دکترین‌های خودشون حضورشون رو تو خلیج فارس حفظ بکنن. اولا بعد از اینکه شوروی فرو پاشید دیگه شوروی‌ها خارج شدن، آمریکایی‌ها موندن در منطقه خلیج فارس. بوش پسر که اومد اون یه استراتژی داشت. آقای اوباما اومد جنگ نیابتی رو در پیش گرفت. آقای ترامپ هم امروز امنیت رو در مقابل اقتصاد
و چاپیدن دلارهای منطقه در پیش گرفته. در تمام این استراتژی ها آمریکایی‌ها شکست خوردن و امروز در شرایطی که امروز هستیم آمریکایی‌ها از منطقه خلیج فارس کلا رفتن بیرون. الان 3 ماه است که ناوهای بزرگ آمریکا از منطقه خارج شدن، در جنوب چابهار مستقر هستن، بعضن یه گشتی‌های میان به تنگی هرمز نزدیک میشن، ولی تا 300-400 کیلومتر هم فاصله خودشون رو در حقیقت نگه میدارن. این بیانگر این است که آمریکایی‌ها راهی غیر از خروج از منطقه در حقیقت ندارن. امنیت منطقه تا حالا به عهده ما بوده، ما خودمون امنیت منطقه رو حفظ کردیم، نه در جنگ ایران و عراق و نه در جنگی که آمریکا به عراق حمله کرد. هیچگاه تجارت خلیج فارس قطع نشده، هیچگاه نفت از خلیج فارس قطع نشده، در حالی که اگر ما می‌خواستیم تنگه هرمز رو ببندیم یا اجازه ندیم که تجارت جهانی برقرار بشه، خب میتونستیم این کارو بکنه. نه خود ما این کارو کردیم، نه اجازه دادیم دیگران این کارو بکنن. بارها صدام حسین هواپیماش تا نزدیک جزیره قشم اومد و بعضی از مناطق مثل یکی دو تا از جزایر نفتی ما را در حقیقت بمباران کرد، اما به هیچ وجه اجازه پیشروی به اون ندادیم و تنگی هرمز رو ما باز نگه داشتیم و تجارت ادامه پیدا کرد. بنابراین حضور آمریکایی‌ها در منطقه جز ناامنی هیچ نتیجه‌ای در تاکنون نداشته. آقای دکتر، یک طرحی روسیه پیشنهاد داد درباره همین امنیت خلیج فارس. آقای روحانی هم امروز در صحبتشون در رژه نیروی مسلح اشاره کردن به طرح ایران برای حفظ امنیت خلیج فارس. شما این دوتا رو چطور ارزیابی میکنید؟ چه باید کرد؟ ببینید، امنیت در خلیج فارس بدون بیرون رفتن قدرت‌های فرا منطقه‌ای امکان پذیر نیست. یعنی تا زمانی که آمریکا و انگلیس و کشورهای فرامنطقه‌ای بخوان تو این منطقه باشن، این ناامنی‌هایی که در طول این 40 سال اخیر بوده این ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اولین شرط امنیت استقلال کشورهاست. امنیت بدون استقلال کشورها امکان پذیر نیست. اصلا خود ریشه اصلی ناامنی‌ها حضور آمریکاست. اون روزی که آمریکایی از منطقه برن بیرون، تمامی کشورها با هم دوست خواهند شد. به همین دلیل من فهم می‌کنم بهترین شعار استقلال، برادری و امنیت دست جمعی است. استقلال اگر نباشه برادری هم به وجود نمیاد. چرا؟ چون اون کسانی که این برادری رو به هم میزنن همون قدرت‌های فرامنطقه‌ای است. یعنی تا آمریکا باشه حادثه‌ای مثل عراق به وجود میاد، مثل سوریه به وجود میاد، مثل یمن به وجود میاد، ولی اگر اینا برن کنار زمینه برادری فراهم میشه. اگه زمینه برادری در اثر استقلال فراهم بشه، زمینه امنیت دست جمعی هم فراهم میشه. این منطقه رو جز یک امنیت دست جمعی ما نمیتونیم یه امنیت پایدار درست بکنیم. و بنابراین من قبول ندارم صحبت از همکاری بدون استقلال بشه. اصلا همکاری با وجود وابستگی چطور ممکنه؟ شما این قصه تلخ روابط ما رو با عربستان ببینید. ما یه بار اینا رو بخشیدیم بعد از دفاع مقدس. عربستان و کویت قریب 150 میلیارد دلار کمک کردن به صدام. ما بعد از دفاع مقدس با وجودی که امام فرموده بود که ما اگه از صدام بگذریم از عربستان از فهد نمیگذریم، ولی کن به دلایل مساله سیاسی کشور بعد از جنگ ما از عربستان گذشتیم. آقای هاشمی رفسنجانی یه سیاستی در پیش گرفت، رهبر انقلاب هم مخالفت نکردن، ایشون با آقای ملک عبدالله جلساتی گذاشت، رفت آمدهای صورت گرفت، یه دوستی آغاز شد، ولی ما دوباره دیدیم اینها از چند سال پیش به این طرف دوباره به ما خیانت کردن. و لذا علت این خیانت ها به این دلیل است که این وابستگی به آمریکا وجود داره. امروز عربستان خدمتی که به آمریکا و اسرائیل میکنه
هیچ کشور اروپایی امروز به اندازه عربستان به اسرائیل کمک نمیکنه، که عربستان الان داره در حقیقت کمک میکنه به اسرائیل. خب همین فشارها و جنگ ظالمانه ای که علیه یمن شروع کردن، چه کسی سود این جنگ رو میبره؟ آیا جهان اسلام سودمند میشه؟ آیا ملت عربستان سودمند میشن که این همه یمنی رو دارن میکشن؟ یا دخالت هایی که عربستان در عراق کرد، در سوریه کرد و در جاهای دیگه کرد، بنابراین دست امنیت، دست جمعی و همکاری امنیتی رو ما قبول داریم، ولی پیش نیاز این چی؟ استقلاله. اگر استقلال انجام نشه، همون کشورهایی که در حقیقت اینا رو وابسته کردن اجازه نمیدن امنیت دست جمعی هم شکل بگیره. آقای دکتر، به یمن اشاره کردید. من قبل از اینکه آرام بخوام یک سال درباره آرامکو ازتون بپرسم و این ماجرای آرامکو، اما قبلش هم بسیاری از رسانه‌های دنیا، حتی همین امروز هم که من قبل از برنامه داشتم رصد می‌کردم، همچنان دارن گمانه‌زنی می‌کنن درباره احتمال رویاروی عربستان سعودی با ایران یا احتمال رویایی آمریکا با ایران. آیا این افراد، این تحلیل‌ها به دنبال احیا کردن سناریوی سوخته تهدید نظامی هست؟ اولا من اینو بگم که ما هیچ وقت نباید دشمن رو دست کم بگیریم یا حرفایی بزنیم که آمادگی دفاعی ما رو تضعیف بکنه. ما باید در اوج آمادگی به سر ببریم. ولی وقتی آمریکایی‌ها نمیتونن در مقابل سقوط هواپیمای فوق سری خودشون عکس العملی نسبت به ایران انجام بدن، میان میرن کمک عربستان میکنن. یعنی وقتی از خودشون دفاع نمیتونن بکنن، میان میرن از عربستان دفاع میکنن. این پیام رو همه گرفتن. یعنی وقتی که هواپیمای مدرن آمریکا به توسط پدافند هوایی ما ساقط شد، عرب‌ها دچار یه وحشتی شدن. عرب‌های وابسته به آمریکا گفتن جنگ شروع شد، فکر کردن الان آمریکا همین 24 ساعته به ایران حمله میکنه. بعد که دیدن هیچ بخاری از این آقای ترامپ بلند نشد، این فقط استاد تو توییت زدن بلافاصله، به این نتیجه رسیدن که عجب، این که از خودش نمیتونه دفاع کنه یا نمیخواد دفاع کنه، میاد فردا از عربستان دفاع میکنه، از امارات دفاع میکنه. کشورهای عاقل بلافاصله اومدن با ما پیام دادن، لازم نیست من الان چیزی بگم اینجا. تعدادی از کشورهای عربی اومدن گفتن که ما با شما همکاری کامل میکنیم، اگر قبلا هم مشکلاتی در رابطه با بانک بوده، در رابطه با صرافی بوده، ما همینا رو برطرف میکنیم. در حقیقت یعنی اونا متوجه شدن که این حرفای آقای ترامپ که از خودش هم دفاع نمیکنه تو خالیه برای کشورهای عربی. حالا از طرف دیگه عربستانی که در تو با انصار الله که یک گروه جهادیه، در حقیقت یک گروه جهادیه، اومده یک کاری کرده که حتی پاتریوت ها و سیستم ضد موشکی عربستان هم نتونسته کاری بکنه، چون در اینجا که حمله کرده، انصار الله حمله کرده، سیستم‌های ضد موشکی مدرن آمریکا با میلیاردها دلار اونجا، حتی کلی مستشار دارن خود آمریکا، تجهیز شده بود اصلا این، چون این جای بسیار حیاتی بوده، که حالا اگه وارد شدیم یه توضیح هم میدیم که چی بوده. خب وقتی یک گروه جهادی انصار الله تونسته چنین آسیبی به عربستان وارد کنه، اگه عربستان بخواد وارد جنگ با ما بشه، فکر نمیکنه که ده ها برابر این ضربه‌ای که انصار الله بهش زد ما خواهیم زد؟ اینا رو قاطع میشینن تحلیل میکنن. بنابراین ما تنها چیزی که الان پیش بینی میکنیم این است که اینا با همین جفسازی و شانتاژ و اینا یه شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل بکنن، حالا انگلیس و مثلا آمریکا هم بیان پشت سر اینها، ولی خب باید بتونن ثابت کنن که ایران این کار کرده. اگر بگن که نه، این سلاحی بوده که ایران به یمنی ها داده،
خب اولا که سلاح دادن که خود که همه کشورها به همدیگه میفروشن، ثانیا ما ندادیم، ما چنین سلاحی ندادیم. خود یمنی الان دارن میسازن، چون یمن که کاملا محاصره است، تمام بنادر و تمام راه‌های ورود به یمن که در کنترل اونهاست. ایران چقدر سلاح میتونه مخفیانه به اونجا بفرسته؟ خود یمنی ها دارن اینو تولید میکنن و به وجود میاره. آقای محسن رضایی، چرا انگشت اتهام بلا فاصله بعد از این داستان، هنو خود عربستانی ها موضع نگرفته، وزیر خارجه آمریکا، بعدش توییت خود آقای ترامپ، چرا سری انگشت اتهام به سوی ایران دراز شد؟ این برای جلوگیری از یه آبروریزی خیلی بزرگی بود. یعنی اگر اینا میگفتن بله انصار الله زده، خب یعنی چی؟ یعنی یه گروه کوچیک تونسته تمام این تجهیزات آمریکا رو خونسا کنه، یه گروه کوچیکی تونسته این همه هواپیما و رادار و ماهواره‌های نظامی در کل عکس برداری میکنن، مسیرها رو مشخص میکنن. اگر اینا قبول کنن، اعتراف کنن و بپذیرن که انصار الله این کار کردی، آبروزی بزرگی برای اینا در دنیا خواهد بود. لذا اینا باید یه چیزی بگن که آبروشون حفظ بشه. میگن که ایران این کاری کرده، میگن ایران ما را زده، در حالی که واقعیت نداره. چون اگر الان اینا دنبال اسناد میگردن که یه سند سازی بکنن، یه سندی چیزی به دست بیارن، در حالی که معلومه که اینها اشتباه بزرگی کردن. ولی کل معادلات نظامی منطقه رو یه جوری تحت شعاع قرار دادین. اتفاق آرامکو هم به هر حال یه نوع جنگ به هر حال کلاسیک نبود، یک هدف کلاسیک نبود، هم نوع استفاده از پهپادها. فکر می‌کنم اگر ما بخوایم محور مقاومت رو در نظر بگیریم و این نوع عملیات رو، یه تغییری در معادلات نظامی حداقل منطقه ایجاد کرد. ببینید عملیاتی که انصار الله انجام داد در یک اختفای کامل صورت گرفته، یعنی هیچ سازمان اطلاعاتی، چه اطلاعات نظامی چه اطلاعات‌های سیاسی، نتونستن بفهمن که یه چنین عملیاتی داره طراحی میشه. معمولا این عملیات ها که 24 ساعته که طراحی نمیشه. این حجم حمله، این حجم پهباد و موشکی که رفته خورده به این نقطه استراتژی، این حداقل باید یه ماه دو ماه باید رو این طرح کار شده باشه، شناسایی میخواد. اینا هیچ نفهمیده، یعنی سازمان‌های اطلاعاتی دنیا نفهمیده. بعد موقعی هم که شلیک شده، اینا الان کاملا گیجن، نمیدونن چه اتفاقی افتاده، نمیدونن موشک‌ها و این پهپادها چطور اومدن و رادارها نتونستن ببینن. اینا حداقل باید یه دو سه ساعتی باید تو راه بودن، دو سه ساعتی باید تو مسیر بودن. خب این همه ماهواره بوده، اینا هم خونسا شده. هم سازمان‌های اطلاعاتی نتونستن بفهمن، هم سیستم‌های مدرن و الکترونیکی نتونستن، هم فرماندهان و مدیران نظامی نتونستن. بعد انقدر اینا دقیق عمل کردن که توی روز تعطیلی عمل کردن که کسی اونجا نباشه که کشته بشه. در حقیقت خب یک نفر الان کشته نشده. این حجم تخریب بزرگی، نصف تولید نفت متوقف شده، نزدیک حدود 5.7 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز الان از صادرات خارج شده. اینا الان هم آمریکایی‌ها دارن از ذخایر استفاده میکنن، هم عربستان دارن از ذخایر استفاده میکنن. اینا الان دست به دامن عراق شدن. ما از دوستان عراقیمون میخوایم که با احتیاط عمل کنن و دارن از دیگران که این خلأ رو پر کنن، این کمبود صادرات رو پر کنن. این کاری که اتفاق افتاده بی‌نظیره، یعنی یک عملیاتی صورت گرفته که موجب شگفتی تمام ژنرال‌های بین‌المللی دنیا شده. الان در چین، در روسیه، در اروپا، در ناتو، در خود پنتاگون مرتب دنبال کسب اطلاعات هستن که این حادثه چطور اتفاق افتاده. ولذا یک شکست مفتزهانه آمریکا و عربستان خوردن و یک پیروزی قابل توجه انصار الله و مردم یمن به دست آوردن. 5 تا سوال داریم، سر 10 دقیقه وقت
انشالله بتونیم به هر پنجتاش رو بپرسم از خدمتون. مجمع سازمان ملل به هر حال اجلاس سالانش داره برگزار میشه، میخوام بپرسم که به نظر شما آمریکایی‌ها برای چی توی این مجمع از یک ماه پیش تقریبا، شاید از قبل‌تر، بحث مذاکره مستقیم و عکس یادگاری و اینها رو پیش گرفتن، بعد ما صحبت‌های رهبری رو داشتیم، چی دارن تو ذهنشون آمریکایی‌ها و بعد از این مواجهه با پاسخ قاطع ایران به نظر شما چه رایه در پیش میگیرن؟ آقای ترامپ هم به دلیل حفظ آبروی خودش، هم حفظ آبروی آمریکا، به دلیل اینکه سیاستاش کاملا با شکست مواجه شده و مخصوصا در ارتباط با ایران، این دنبال یه برنامه‌ای بود که با آقای روحانی مذاکره کنه. آقای مکرون یک پیشنهاد 15 میلیارد دلاری آورد که البته کاملا هم ابهام آمیز بود، تهش هم روشن نبود که بالاخره اینو چطور میخوان با ما این 15 میلیارد دلار رو بدن، تا بلکه آقای ترامپ رو راضی کنن و به اون قول داده بودن که آقای روحانی میخواد با شما مذاکره کنه، که خب دروغ گفته بود ایشون، آقای روحانی چنین قصدی نداشتن. بعد که ناامید شدن از کار مکرون، ترتیب داده بودن که در یه عبوری تو راهرو و سالونی که عبور میکنن یه طریقی آقای ترامپ با اون کار هنرپیشگی که داره مثلا یه دستی بده، یه لبخندی بزنن، یه عکس بگیرن و نهایتاً بگن بله ما نشستیم مذاکرات مفصلی با ایران کردیم. حالا دروغ، با همون یه عکس میخواستن یه سناریو درست کنن. و هم آقای ترامپ هم اینو برای انتخابات خودش در دور دوم میخواست، هم برای این سیاست‌های غلطی که شکست خورده بود و در حقیقت هزینه سنگینی پرداخته بود احتیاج داشت یه چنین عکسی رو بگیره. فکر میکنید رفتن آقای بولتون و اومدن آقای اوبرایان که به تازگی از سوی آقای ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح شدن و منصوب شدن، تغییری در سیاست آمریکا ایجاد میکنه؟ همین الان آمریکا تو بنبست، یعنی اصلا آمریکا سیاستی نداره. سیاست قبلی آمریکا کاملا به یک بنبستی رسیده و من فکر نمی‌کنم اینا بتونن از این باطلاقی که خودشون برای خودشون درست کردن با این تغییر و تحولات به وجود بیارن. ضمن اینکه ما به اینا چیز نمی‌کنیم، یعنی این رو کافی نمی‌دونیم. به هیچ وجه ما اینو کافی نمی‌دونیم. آمریکا باید برگرده کامل. اولا بگه غلط کردم. اگرم نگه بالاخره اینو یه روزی دیگران از زبانشون خواهند گفت که آقای ترامپ غلط کرد، همونطور که کلینتون گفت که ما اشتباه کردیم زمان مصدق کودتا کردیم، بالاخره این آقای ترامپ رو انشالله که خودمون میگیریم محاکمش میکنیم، یه محاکمه بین المللی صورت بگیره، آقای ترامپ باید محاکمه بشه، نه تنها علیه ملت ما، علیه بسیاری از ملت‌های دیگه، و جنایاتی که ایشون انجام داده باید محاکمه بشه و محاکمه هم نشه بالاخره این غلط کردن یه روزی خواهند گفت. آمریکایی‌ها توی بنبستی هستن، من بعید میدونم از این بنبست بتونن بیرون بیان. آقای دکتر فکر میکنید بعد از خروج آمریکا از برجام، ما به هر حال مقاومت فعال رو دنبال کردیم بعد از یک سال از خروج آمریکا، فکر میکنید به گام چهارم میکشه یا اینکه نه اروپایی‌ها حاضرن به این 12 تعهد خودشون عمل کنن؟ اگه شما خاطرتون باشه من همین موضوع رو در مصاحبه قبلی در همین گفتگوی ویژه عرض کردم که ما دیگه از مقاومت نظارگرایانه به یک مقاومت فعال کشیده شدیم و حتما گام سوم رو برخواهیم داشت. اون موقع من گفتم این رو، الان هم به جناب عالی خواهم گفت که ما گام چهارم رو برخواهیم داشت و اروپایی‌ها دارن یه حرکتی انجام میدن که قبلا آقای سولانا به آقای لاریجانی تو مذاکرات قبلی هسته‌ای گفته بود ما کار احمقانه ای کردیم، اگر همون 2700 سانتریفیوژ رو قبول کرده بودیم به این روز نمی افتادیم. یه بار دیگه اینا به نتیجه خواهند رسید که کار احمقانه ای کردن و بهتر بود به تعهدات خودشون در برجام
عمل میکرده. به همین مقاومت فعال اشاره کردی، به نظر شما اصلا این مقاومت فعال تونسته محاسبات طرف مقابل رو تغییر بده؟ میخوام بگم که ما مقاومت فعال داریم، اونور آقای ترامپ اومدن تحریم های جدیدی رو وضع کردن روی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی. این یه مسخره بود. بانک مرکزی من چند بار با تحریم بشه؟ این تو اون تحریم های اولیه که بوده، این حالا دوباره اومده تحریم بکنه. ما الان مگر چه مبادلاتی داریم که با اروپایی ها یا با جاهای دیگه که نامدن بانک مرکزی ما رو تحریم کردن؟ این یه کار شکلی و نمایشی بود. یعنی فکر میکنید دیگه اثری تحریم های جدیدی نخوانید؟ برگ آخرشون رو کردن با آقای ترامپ، هرچه برگ در دستش بوده این رو خرج کرده، یعنی آخرین تیراش رو شلیک کرده. الان با یه اسلحه بدون تیر، یه سلاح بدون فشنگ در مقابل ما ایستاده و خب دنیا هم داره بهش میخنده. بدتر هم میشه در آینده. همین جریان انصار الله برای ایشون سرشکستگی بزرگی به دست میاره. ماهای آینده هم انشالله شکست های بیشتری خواهد خورد. آقای دکتر، ما شاهد برگزاری مانور مثلا بین ایران و روسیه و چین هستیم، مانور نظامی در دریای عمان. آیا نگاه شرق، راهبرد نگاه شرق ما وارد مرحله جدیدی شده؟ همینطوره، یعنی تقریبا روز به روز چین رابطه‌اش با ما داره بهتر میکنه و ما با چینی ها داریم یک در حقیقت سند راهبردی 25 ساله می نویسیم. قبلا چینی ها حاضر نبودن توی رزمایش ما شرکت کنن، با سفری که سردار باقری به اونجا داشتن قبول کردن در رزمایش های ایران بیان شرکت کنن. ما روز به روز رابطمون رو با شرق داریم بهتر می کنیم. نتیجه بخش خواهد بود؟ بله، به نظر من نتیجه بخش خواهد بود. یک صحبتی اخیراً آقای مکرون برای رؤسای سفارت‌هاشون در دنیا کرده و گفته که ما از منطق تحولات دنیا عقب افتادیم، در آینده یا باید بریم با چین یا باید بریم با آمریکا یا اینکه یه قدرت سومی رو درست کنیم. ما هیچ راهی نداریم، اروپا در حال مرگه، یعنی اتحادیه اروپا رو در حال فروپاشی آقای مکرون حساب کرده. بنابراین دیگه اون اروپای قدیم، اون آمریکای قدیم دیگه وجود خارجی در آینده نخواهند داشت. بسیاری از روشنفکران ما متاسفانه در ایران هنوز مثل 70 سال پیش فکر میکنن، یعنی آمریکای 70 سال پیش، آمریکای 50 سال پیش تو ذهنشون هست و هنوز بیدار نشدن که چه اتفاقی افتاده. تحولاتی در شرق داره اتفاق میفته که ما نمیخوایم از این تحولات عقب بیفتیم. البته هیچگاه ما استقلالمون رو به هیچ کشوری نخواهیم فروخت. ما رو پا خودمون میستیم و از هر کشوری که با ما همکاری کنه ما استفاده خودمون رو در انجام منافع خودم. آقای دکتر رضایی، آخرین سوال من اینه که ما روی کرد مقاومت فعال خیلی خوب حالا تونسته محاسبات طرف مقابل رو به هم بزنه، طرف مقابل فهمیده که هر تحریمی هزینه داست، اگر به تعهداتش عمل نکنه دیگه اینجوری نیست که ما منفعل باشیم. اما خود این روی کرد مقاومت فعال الزاماتی در داخل هم به نظر میرسه که داشته باشه، از جمله مباحث اقتصادی، از جمله توجه به مباحث معیشتی مردم که به هر حال درست الان بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران رشد اقتصادیشو داره شروع میکنه، اون تکانه‌ها رو تونستیم مدیریت کنیم، ولی به نظر میرسه تو این قسمت باید بیشتر توجه کنیم. بله همینطوره، یعنی ببینید ما اگه بخوایم تبدیل به یک کشور پیشرفته بشیم باید سه تا پایه رو بتونیم درست کنیم. یکی سیاست، یکی اقتدار، یکی هم اقتصاد. ما سیاست رو درست کردیم، ما امروز کشور مستقلی هستیم، یک کشور آزاد هستیم، مردم سالاری داریم، انتخابات انجام میدیم، نظام داریم، دولت داریم، حکومت داریم. این درست شد، این تو این 2300 ساله از دست رفته بود. مسئله دوم اقتدار بود، اقتدار هم درست کردیم ما، یعنی ما امروز سرپای خودمون هستیم، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو درست میکنیم، امنیتمون رو حفظ کردیم. اقتدار یعنی پایه دوم هم درست شده، ولی دو پایه‌ای ما نمیتونیم زندگی کنیم.
ما یه پایه سوم می‌خوایم تا تعادل به وجود بیاد، یعنی این بدنه ملت ایران رو، این کشور بزرگ ایران رو، این جای حساسی که ما هستیم، دو تا پایش درست شده، بازسازی شده. اما پایه سوم که اقتصاد، متاسفانه عقب هستیم. چرا عقب هستیم؟ دلیلش روشنه. ما اون راهی رو که در اون دو تا پایه پیش بردیم، اینجا جلومون رو گرفتن از داخل و خارج، نمیذارن اون راهی رو که ما در احیای سیاست ایران و احیای اقتدار ایران در پیش گرفتیم، نمیذارن این کار انجام بشه. یعنی تمرکز بر توان داخل، توان داخلی رو نمیذارن. هم از داخل روشن فکران غرب زده، هواداران آمریکا، اینایی که دلشون در گروه غرب هست، و همچنین افکار و اندیشه های غربی. ما حتی نیروهای متدین داریم ولی اندیشه شون غربیه، یعنی تفکرشون غربیه ولی خودشون آدم های سالمی هست. اینا گروه دومن. گروه سوم بیرون از مرزها هستن. چرا الان نمیذارن در حقیقت فرودگاه امام را بیفته؟ چون میخوان 10 سال دیگه طول بکشه تا فرودگاه استانبول، فرودگاه های دبی و قطر را بیفته، بعد ما آسمان ایران را هم از دست بدیم. 10 سال دیگه ما وقتی میبینیم سالانه 300 میلیون مسافر در اطرافمون جا به جا میشه، ما از این آسمان ایران دیگه چه استفاده ای میتونیم بکنیم؟ کی داری کار میکنه؟ حتی در اینکه فرودگاه امام درست بشه، عوامل نفوذی دخالت دارن. در دولت ما، در قوه قضاییه ما، در مجلس ما آدمای نفوذی وجود داره، نمیذارن. چرا؟ چون فهمیدن اگر این پایه سوم درست بشه، 500 میلیون جمعیت اطراف ایران میان دیگه تهران، اینا وابسته به تهران میشه، ریال ما منطقه‌ای میشه، اقتصاد ما منطقه رو میگیره. لذا همه گفتن این دو تا پایه رو که از دست دادیم، اقتدار ایران که از دست دادیم، سیاست ایران هم که دیگه نداریم، لااقل این اقتصاد دارن مقاومت میکنن. از کجا میگیم این رو؟ الان 22 سال ما در مجمع تشخیص داریم سیاست گذاری اقتصادی میکنیم، یعنی نظرمون رو میدیم خدمت مقام معظم رهبری. ایشون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اصل 44 رو گذاشتن دیگه، بالاتر از قدرت رهبری کسی هست تو این کشور؟ اینا رو به هر سه قوه ابلاغ کرده، اما چرا اجرا نمیشه؟ چرا پیاده سازی نمیشه؟ جلوی چرا گرفته نمیشه؟ بعد همونایی که متهمن که جلوی این پیشرفت اقتصادی رو ما رو گرفتن، دارن علامت میدن به اینکه نه، این ناکارآمدی نظامه، نظام ایران ناکارآمده، در حالی که نظام ایران راه رو تعیین کرده. اگه همون راهی که ما در سیاست و در اقتدار رفته بودیم جلو، اگر میذاشتن ما همون راه رو در اقتصاد پیش میرفتیم، مطمئنا امروز وضعیت اقتصادی ایران بسیار پیشرفته تر از الان بود و ما اصلا دوچار تحریم نمی شدیم. خیلی ممنون، متشکر سردار سلشکر محسن رضایی، مهمان ما بودیم، به سوالات پاسخ دادید. ما در اولین روز هفته دفاع مقدس هم یادی میکنیم از همه شهدا و به خصوص جانبازانی که هنوز از 8 سال دفاع مقدس موندن، و به روح همه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم درود میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر، خدا نگهدار.